با درود خدمت یکایک که بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری با پنجمین برنامه از تحلیل و بازشناسی زندگانی حسین ابن علی در روز پنجشنبه 12 مرداد برابر با 3 ماه آگوست و 16 محرم در خدمت شد. سعی کردیم زندگانی حسین ابن علی رو با آن چیزی که احساس کردیم میتونه در تحلیل وقایع آن زمان و انطباقش با عصر حاضر به ما بده رو خدمت دوستان عرض کنم. هرچند شرح مفصل زندگانی حسین ابن علی رو در گذشته در حدود 14 جلسه منتشر کردیم، حدود 6 سال قبل، و اینها در کانال تلگرامی من موجود هست و دوستانی که علاقمندن به جزئیات این مسئله اشراف داشته باشن میتونن به اون برنامه ها مراجعه بکنن. هدف ما از بازشناسی زندگانی حسین این است که ببینیم آنچه که در درون یک جامعه دینی از قبل یک حکومت دین نسبت به این اشخاص به عنوان الگوهای فرهنگی، اخلاقی، سیاسی به مردم نشان داده میشه و تبلیغ میشه تا چه اندازه دارای گزاره های درست و تا چه اندازه میتواند مخرب و غلط باشن. چون ما این پدیده رو قبل از انقلاب سال 57 داشتیم، شریعتی ها، مطهری ها و گروه های اسلامگرا سعی می کردن برای مجاب کردن مردم به یک سیستم سیاسی دیگر به دامان و عبای امامان بیاویزن و سعی بکنن از اونها الگوهایی در برابر رژیم گذشته نشان بدن که اگر پادشاه وقت چنین است، ما الگوهای دینی مناسبی داریم برای جامعه خودمان. و ما دیدیم با آمدن روحانیت بر رأس قدرت چه فاجعه ای بر مردم و سرزمین ما رفته. امروز هم به بحث دیگر و نکته دیگری از میراث زندگی حسین خواهیم پرداخت که بسیار مهمه و من سعی میکنم از تعدد و تکثر منابع استفاده بکنم، یعنی برای هر ادعای خودم چند منبع معرفی بکنم که همگی از شیعیان هستن تا بدانیم ادعاهایی که اینجا مطرح میشود یک ادعای شاذ و نادر نیست، بلکه اجماع مورخان و عموم اونها بر این نقطه و نکته تایید داشتن. سومین میراث حسین در کنار بنیادگرایی او که در جلسات پیشین عرض کردیم و بحث مربوط به عدم احترام به رأی اکثریت که اون رو انطباق دادیم با مسئله مثل دموکراسی در برنامه پیشین، امروز به سومین میراث او خواهیم پرداخت و آن ایجاد حکومت دینی است. یعنی همین حکومتی که ما به دنبال فرار از آن هستیم، یعنی به دنبال مبارزات انقلابی مردم که این حکومت دینی رو کنار بزنن به یک جامعه سکولار برسن که نقش دین در عرصه های اجتماعی و سیاسی به کنار بره، حداقل به درون خانه ها و به ذهن مردم و یا به منبر و مساجد تقلیل پیدا. حسین ابن علی به دنبال ایجاد حکومت دینی است و اساساً در منظر او سکولاریسم معنا نداره. در اسلام هم همین گونه است. اسلام یک دین سیاسی است و شیعه اساساً سیاسی است. تمام نزاع شیعیان با اهل سنت بر سر این است که ابوبکر و عمر و عثمان غصب حق مشروع و مقبول علی رو داشتن با اون حکومت، شخصی که از جانب خدا منصوب شده و لذا اوست که باید احکام و شرایع دینی رو در درون جامعه اجرایی بکنه. بنابراین اسلام از اساس، از زمان پیامبر اسلام در مدینه و تا امروز که صحبتش هست، یک دین سیاسی است و مذهب شیعه به شکل اهم و خاص اون یک مذهب سیاسی است. طبیعی است امامان شیعه هم از این قاعده مستثنا نیستن. روحانیون هم به دنبال این بودند که حکومت رو به دست بگیرن، اما زمانی معذوریت داشتن، قدرت نداشتن. اما از دوران صفویه با توجه به اینکه
در مدار قدرت قرار گرفتن از سوی پادشاهان صفوی و سلاطین اون مورد حمایت قرار گرفتن، صاحب تشکیلات شدن، برای خودشون حقوقی رو قائل شدن و سپس در دوران قاجار نقش پادشاهان قاجار در برکشیدن روحانیت، با اینکه در مواقعی هم با اونها نزاع داشتن اما مشروعیت خودشون رو هم از روحانیت می گرفتن و تا حدودی هم با اونها نزدیکی های بسیار زیادی داشتن، سبب شد که روحانیت بتواند نظریه ولایت فقیه رو تئوریزه بکنه از زمان ملا احمد نراقی به بعد. و شما ناگهان می بینید که خمینی می تواند درس گفتار ولایت فقیه رو در 13 جلسه حدودا تبیین بکنه، او رو به یک کتاب تبدیل بکنه و یک مانیفستی اصولی و منشوری از یک حکومت دینی به دست بده. هرچند اشتباهات سیاسی رژیم گذشته سبب شد مساجد گسترش پیدا بکنه، علمای دین دست بازی داشته باشند برای اینکه به بهانه مقابله با کمونیسم مردم رو به سمت خرافات دینی ببرن، از دل شخصیت‌های دینی الگوهای امروزی بسازن، اونها رو به عنوان منادیان ارزش‌های نوین معرفی بکنن و در نهایت قدرت رو هم به دست بگیرن. مسئله حکومت دینی توسط حسین ابن علی در منابع تاریخی به وضوح مشخصه. طبری به عنوان کسی که بیشتر اقوال ابو مخنف رو که یگانه مورخی است که اقوال متعدد ابو مخنف رو آورده و نزدیک به 112 روایت از ابو مخنف، یعنی مقتل ابو مخنف که به مقتل الحسین هم معروف مطالب او رو آورده، طبری هم به این مسائل اشاره میکنه در جای جای قیام حسین. در نامه به اهل بصره جایی است که حسین ابن علی صحبت از حکومت دینی میکنه. ما خاندان و دوستان و جانشینان و وارثان وی بودیم، منظورش پیامبر اسلام، و از همه مردم به جای وی در میان مردم شایسته تر، اما قوم ما دیگران را بر ما مرجح داشتند که رضایت دادیم و تفرقه را خوش نداشتیم و سلامت را دوست داشتیم، در صورتی که می دانستیم حق ما نسبت به این کار از کسانی که عهده‌دار آن شدند و نکو کردند و اصلاح آوردند و رعایت حق کردند بیشتر بود، که خدا ایشان رحمت کند. منظورشون خلفای راشد هست و ما و آنها را بیامرزند. اینک فرستاده خیش را با این نامه سوی شما روانه کردم و شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر او دعوت می کنم که سنت را میرانیدند و بدعت را احیا کرده. خب این نقلی است که طبری آورده و نشان میده که اساسا حکومت از منظر حسین ابن علی حکومت دینی است، جایی که سنت هایی که از بین رفته باید احیا بشه و حلال و حرام خدا جاری بشه. آقای نعمت الله صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاوید همین مسئله اشاره داره. ایشان هم به این مسئله اشاره میکنه. روح بزرگ و اصلاح طلب امام هم پیش از وقت منتظر فرصت بود که پس از مرگ معاویه اگر شرایط مساعد باشد اصلاحات وسیعی را در زمینه تشکیل حکومت و سایر شؤون حیاتی مسلمانان شروع کند. امام برای اینکه کار خود را بر اساس محکم استوار کند، مسلم ابن عقیل را به نمایندگی خیش به کوفه فرستاد تا اوضاع سیاسی را به طور دقیق بررسی کند و معلوم سازد که آیا برای تشکیل حکومت و برگرداندن خلافت نیروی کافی موجود است یا نه، و اگر شرایط مساعد است از مردم برای جهاد بیعت بگیرد. در صفحه 28 و سپس ادامه میده ایشون که نامه حسین به کوفیان توسط مسلم و بعد از اون قیس ابن مسهر سیدابی، این رو از نقل از ارشاد هم آورده. خداوند بزرگترین پاداش را به شما عطا فرماید که متفق گشته ای تا خلافت اسلامی را به مرکز اصلی آن برگردانی. بعد ادامه می دهید عجفا بود. از این دعوت صریحی که امام از مردم بصره می کند تا برای این، اون نامه اول مال کوفه بود، این برای بصره است،
تا برای برگرداندن خلافت اسلامی به اهل بیت پیغمبر با آن حضرت همکاری کنند و سنت رسول خدا را زنده گرداند. به خوبی روشن می شود امکان این معنا بوده است که امام در این مبارزه پیروز گردد و با تشکیل حکومت نیرومندی اسلام پایمال شده را نجات دهد و سنت فراموش شده پیغمبر را زنده گرداند. خب میبینیم که آقای صالح نجف آبادی هم اشاره داره به این مسئله که هدف حسین ابن علی این است که بره و سنت ها رو زنده بکنه. امروز زنان ما در انقلابی که در پیش روست برای فرار از همین سنت هاست که به خیابان ها میان، سنتی که زنان رو نیمی از مردان میدونه، در امور اجتماعی اونها رو فاقد درایت میدونه، فاقد صلاحیت میدونه، حتی حق مشاوره رو هم از اونها گرفته و این زنان امروز برای آزادی های خودشون تلاش می‌کنند. گروه های دیگر عقیدتی برای حق خودشون تلاش می‌کنند. در مدینه زمان پیامبر اسلام وقتی او قدرت می‌گیره، آرام آرام شما می‌بینید یهودیان حذف میشن، مسیحیان حذف میشن، کفار و مشرکان از بین میرن، معابد اونها تخریب میشه. طبیعی است اگر یک حکومتی حسینی بر سر کار بود، امروز هم بهاییان حق داشتن معبد ندارن، یهودیان حقی ندارن، مسیحیان حقی ندارن، خدا ناباوران حقی ندارن. پس حکومت حسین همان گونه که حکومت پیامبر اسلام بود عقاید دیگر رو بر نمیتابه. تنها استثناشون هم اهل کتابن که جزیه باید بده، یعنی با خفت و خاری جزیه پرداخت. آقای زرگری نژاد هم در جای جای کتاب خودش به این مسئله اشاره میکنه که من سعی میکنم یکی دو نقل رو بخوانم و بعد از این موضوع درگذریم که به موضوعات دیگر بپردازیم. ایشان اشاره میکنه، آقای غلام حسین زرگری نژاد، نقل حسین ابن علی رو آورده: به جان خیش سوگند که امام کسی نیست به جز آن که عامل به کتاب خدا و مجری قسط و پایبند به حق و مراقب نفس خیش برای خدمت و اطاعت خدا باشد. ببینید دوستان، مسئله اساسی همینه. وقتی صحبت از سکولاریسم میشه، خب سکولاریسم یک مفهومی است که نشان میده باید تمایزی قائل شد میان حوزه عرفی با حوزه الهیاتی. سیاست هم به همین نحوه، کما اینکه در علوم هم داستان همینه، در علم و دانش هم داستان همینه. یعنی سکولاریسم الزاماً فقط در مورد سیاست نیست، شما در حوزه علم هم باید سکولار بیاندیشید. حوزه های مربوط به بحث های الهیاتی چیز دیگری است، اون چیزی که مربوط به دانش هست در حوزه عرف قرار میگیره اون بحث دیگری است. بعد از آمدن روحانیت بحث اسلامی کردن دانشگاه ها مطرح شد. چرا؟ چون یک حکومت دینی اینطوری فکر میکنه، میگه من نمیتونم جامعه سکولار داشته باشم، جامعه باید مطیع خداوند باشه، مطیع احکام او باشه، باید انسانی رو در خدمت خدا پرورش بدیم. نظام مدارس، دانشگاه ها، کتب، معلمین، همه باید به نحوی در همون هدفی که ما داریم آموزش ببینن. دانشگاه ها رو در ابتدای انقلاب بستن که علوم انسانی رو به خصوص اسلامی بکنن و دیدیم چه فاجعه‌ای بر سر دانشگاه ها آمد. نسل اسلامی کردن نشانه این است که شما به سکولاریسم باور ندیدید. حاکم منصوب خدا یا منصوب نماینده خدا است. علوم در خدمت خدا، صنایع، تکنولوژی، همه در خدمت خدا باید باشه. تلویزیون خوبه به شرط اینکه شما در آنجا تعالیم دینی بدید. رادیو خوبه به شرط اینکه مطهری ها و بهشتی ها و دیگران برن در اونجا صحبت کنن از ترویج اسلام. در زمان رژیم گذشته روحانیت همین کار رو کرد. از رادیوی ملی صدا اینها پخش میشه. کتب مدارس تهیه و تدوین آقای بهشتی و مفتح و دیگر آخوندها بود.
یعنی عرفی کردن علوم خودش مسئله مهم نیست. ما روحانیت سعی میکنه همه رو در خدمت خودش بگیر. اگر حاکم وقت هم کمی کوتاه بیاد، شما میبینید علومی دارید که در کنارش دیگه بحث سکولار بودن نیست، بلکه سعی میکنه مفاهیم دینی رو هم به جامعه تزریق کنه. سیاست هم همین، که آقا چرا بهایی‌ها رو بر سر کار گذاشتی؟ آنقدر فشار بر رژیم گذشته آوردن، گنبد حضرت القدس بهاییان رو از بین برد با کمک ارتش. آقای فلسفی و دیگران نقشه رو داشتن. و اگر دستشان هم میرسید سعی میکردن جامعه از اون حالت سکولار بیرون. اهمیت سکولاریسم اینجاست که ما یاد بگیریم حوزه‌ای که مربوط به علوم اجتماعی هست باید به مردم، به خرد جمعی مردم، به تجربیات اونها اداره بشه، نه به واسطه تجربه یک انسانی که مدعی من از ماورا خبر دارم، از غیب چیزهایی میدانم. و امروزه دی آمدن میگن سکولاریسم کلیشه مبتذله. جمهوری اسلامی هم همینو میگه. یعنی جمهوری اسلامی هم میگه دموکراسی کلیشه مبتذله. یعنی چی؟ ما در اسلام که دموکراسی ندیدیم. اگه مردم حاکم بر سرنوشت خودشونه، اگه تعیین حاکم باشه خدا تعیین کرد، 12 امام رو برای ما تعیین کرد. اگه بحث احکام باشه خدا تعیین کرده، الحکم الا لله، خدا تعیین کرد. دموکراسی دیگه معنا نداره. دموکراسی کلیشه مبتذل، حقوق بشر کلیشه مبتذل، سکولاریسم کلیشه مبتذل. حالا یه عده هم از این طرف داستان همون حرف جمهوری اسلامی رو میزنن، دموکراسی کلیشه مبتذله، سکولاریسم مبتذله. چرا؟ اینا نگاهشون دینی نیست. اما ذهنیت اونها این هستش که ما نباید مردم رو در زمینه های سیاسی مشارکت بدیم. یه آقایی باید بیا تصمیم بگیره، یا حالا اون آقا اگه خیلی خوب باشه یه جمعی هم دور و برش هستن، ما دور هم به کمک هم میایم و مملکت رو اداره میکنیم، نیاز به مردم نداریم. که شما مردم رو صاحب خرد ندانید طبیعیه، سکولاریسم رو از جنبه سیاسیش نمیپذیرید. اخیراً که داستانها در حال پیوند خوردن با اون مفاهیم هم هست. مردمی که امروز به دنبال حقوق بشره، به دنبال دموکراسی هم، به دنبال آزادی های اجتماعی و سیاسی هستن، از دو طرف در حال فشارن، یکی حکومت، یکی هم بخشی از اپوزیسیون که مردم رو مشارکت نمیده. میگه مردم چه حقی دارن؟ اخیراً که برای خودشون جنبه های دینی و قدسی سازی هم انجام دادن، صلوات برای خودشون ساختن، آرام آرام جنبه تقدس سازی به جایی میرسه. شما فکر نکنید حسین ابن علی یک شبه معصوم تبدیل شد، نه. شما نقل های تاریخی رو بخوانید. ما در زندگانی علی اشاره کردیم نزدیکترین یاران علی به او خورده میگرفتن که این بخش از سیاستت غلطه، اونجا رو اشتباه کردی، توبه بکن. ما شما در امر سیاسی کسی رو دارید که هیچ وقت باش نقد نمیکنه. 50 سال سیاست ورزی هم بکنه شما یه اشکال تو کارنامهش نمیبینید، چون ذهنیت شما به قدری در بنده که توانایی نقد رو ندادی. جامعه‌ای که نخبگانش، آقای دارندورف میگه در زمانی که خطاها رو میبینن و سکوت میکنن اون جامعه آینده‌ای نخواهد داشت. سال 57 تاوانش رو دادیم، کسی نیامد به این مسائل بپردازه. هیچ کس خمینی رو نقد نکرد، بودن یکی دو شخصیت، اما صدای اونها به گوش کسی نمیرسی. همه به دنبال امت واحده بودن، کاری بکنیم که این شاه بره بعد همه چی درست میشه، بدون اینکه افکار خمینی رو بشناسیم. انسان روشن فکر کسی است که لحظه ای که احساس کنه عده مسیر رو به اشتباه میرن، به اونها تذکر و توجه و تنبه بده، نه اینکه سکوت بکنه. ما تاوان سکوت اندیشمندانمون رو دادیم. حسین ابن علی یک شبه معصوم نشد. به مرور زمان کسانی آمدن
و سیاست های غلط او چشموشی کردند، سیاست های درست او رو برکشیدند، برای او دعا ساختند. شما برید مفاتیح الجنان رو بخوانید، دعاهایی که در مورد انواع و اقسام این اشخاص هست. برای مسجد کوفه دعا ساخت، ستون اول این، ستون دوم اون، ستون سوم این، افرادی که حالا وابستگان اینها بوده، ابو حمزه سومالی گرفته، نمیدونم کمیل ابن زیاد گرفته، هر کی یک شعاری به نفع علی و حسین و دیگران داد تبدیل شد به دعا، به نیایش، نیایش اشخاص، نیایش اماکن. و بعدا شیخ عباس قمی نامی میاد این دعاها رو جمع میکنه، تبدیل میکنه به مفاتیح الجنان. امروز هم ما داریم به همون مسیر میریم. فاجعه باره اگر شما نگاه بکنید برای یک انسانی که دیکتاتور بوده نکوداشت بگیر. جمهوری اسلامی هم برای خمینی همین کارو میکنه، یه بارگاهی درست کرده با پول ملت، میانه های خرداد ما افراد پیاده بلند میشن از مناطق مختلف ایران که بریم مرقد امام، یه جشنواره هم راه انداختن اونجا با پول مردم که چه برویم یک انسان جنایتکار، یک انسانی که افکار واپسگرا و متحجر داشته رو یاد بود بگیریم. رهبر انقلاب بوده، خب ما رو به قدرت رسانده. یعنی این مملکت آزادی خواه نداشته که برای اون نکوداشت بگیریم. و این عجیبه، به جای اینکه یک نگاه انتقادی و بازنگرانه به تاریخمون داشته باشیم، نکوداشت میگیریم برای کسانی که به هر حال نقش داشتن در این انقلاب. حالا بخشیش حکومت سابق بود، بخشیش هم انقلابیون بودن. انقلاب در یک جامعه رخ میده که یک حکومت کارایی لازم رو نداره، توانایی لازم رو نداره، راه ها رو بر خطا میره و بعد گروه دیگری دست به انقلاب میزنه. اگر حکومتی خوب باشه که انقلاب رخ نمیده. باید کاری کرد که دوباره درگیر انقلاب نشی. الگوهای مردم امروز ما شجاعانن، آزادی خواهانن. اگر من پدرم انسانی بوده که دیکتاتور بوده، امروز باید بگم نه، اون سیاست ها غلطه دیگه، نکوداش برای پدر معنی نداره، نکوداش برای آزادی خواهان باید گرفت. آرام آرام تقدس سازی ها داره شکل. یک روزی اهل بیت رسول، امروز خاندان فلان، پس فردا فرقه و گروه دیگری. به قول آخوندزاده، ما ایرانیان علاقمندیم به این مسائل. هر کسی هرچی بگه ما همون رو انجام میدیم. ابایی هم نداریم از اینکه بگیم آقا این ربطی به اون آرمان های ما نداره. بنابراین حکومتی که حسین ابن علی به دنبالشه نفی سکولاریسم، همه چیز از جانب خدا تعیین شده، لذا ما کاری نیستیم که بخوایم در امور دخالت بکنیم. امام و حاکم هم کسی است که بیاید و اون احکام دینی و اسلامی خودش رو انجام بده. آیه آیتی هم به همین مسئله اشاره میکنه، حالا نقدی رو آورده که نقدی است بر یزید. حالا حسین چه میگه؟ ایشون میگه مضمون این خطبه اینه: یزید خلیفه ایست جابر و بیدادگر که حرامهای خدا را حلال میشمرد و عهد و پیمان خدا را میشکند و با سنت رسول خدا مخالفت میورزد و در میان بندگان خدا راه و رسم گناه و ستمگری را در پیش گرفته است و رسول خدا فرموده است که در چنین وضعی با چنین وضعی خلیفه ای هر کس با رفتار و گفتار خود او را باز ندارد و از روش نکوهیده او جلوگیری نکند، بر خدا لازم است که چنین کسی را با آن خلیفه بیدادگر به یک جا برد. حدود الهی را تعطیل کردند. حدود منظور همین شلاق زدن به خاطر شرب خمر. حد مجازاتی است که نوع، کیفیت و مقدارش در شرع مشخص شده. تعریف فقهی حدود یعنی هم سنگسار مجازات حدی است، قطع دست و پا مجازات حدی است،
شلاق زدن به خاطر شرب خمر مجازات حدی است. تعذیر به خاطر حجاب مجازات تعذیری است. خب همین کارا رو دارن انجام میدن. اگر جوانان رو در زندان ها میکشن، به پای چوبه دار میبرن، به خاطر همین سنت نبی است. یا ما این مسائل رو نمیدانیم و دیگران از ما سوء استفاده میکنن، یا میدانیم اما قوه داوری رو از دست دادیم که اگر حسین حسین میکنیم، همین حکومتی است که الان دارید میبینید با همین وضعیت. در روش و منش حسین که سکولاریسم و حقوق بشر و اینها معنی نداره، اونا انسان های اصل خودشون بودن، معیار و ملاکشون هم همونه. امروز قهرمانان ما، اسطوره های فرهنگ سیاسی ما باید کسانی باشن که در راستای عقلانیت حرکت میکنن، در راستای دموکراسی حرکت میکنن، در راستای سکولاریسم حرکت میکنن، به حقوق بشر باور دارن، دموکراسی رو ارج میدن، قدر میدهن، بر صدر مینشانن. نطفه انشقاق و انحراف جایی است که کسی بگوید دموکراسی و اینا همه کلیشه مبتذل. تمام این تعابیر نزد فقها وجود داره. وقتی حسین صحبت از ظلم میکنه، ظلم یزید یعنی همان بی‌اعتنایی نسبت به سنت پیامبر. اما حسین به دنبال سنت پیامبره. این رو هم آیه آیتی آورده در کتاب خودش. آیه رسول جعفریان هم به این مسئله اشاره میکنه و تأکید بر این که حسین به دنبال یک حکومت دینی است و این هم سومین میراثی است که حسین انجام میده و در اون شما به دنبال سکولاریسم نباید باشی. حسین اینگونه مینویسه: من پس از رسیدن نامه های شما که در آنها گفته بودید سنت از میان رفته، نفاق برآمده و حدود تعطیل گشته است به اینجا آمدم. اومده که حدود زنده کنه. صفحه 504. بنابراین میبینیم اولین میراث حسین که بنیادگرایی است بر اساس قرآن، بر اساس سنت، و دومین میراث او این است که من به دموکراسی یا اون نظر اکثریت باور ندارم. از نظر من یزید خلیفه مشروع نیست، مقبول نیست و من حتی با نیروی اندک هم باید در برابر او بایستم. سومین میراث او این است که او حکومت رو امر دینی میبینه و لذا به دنبال سکولاریسم نیست، او به دنبال این است که حکومت دینی ایجاد. در کنار این، خب در کوفه داستانهای زیادی رخ داد. خبر مرگ مسلم زمانی که به حسین میرسه، ناگهان آن تعابیر متکلمانه که حسین قصد داشت قیام بکند و تا پای جان بایستد و داستانها، کمی دستخوش تزلزل میشه. یعنی جایی که ما نگاه میکنیم و میبینیم که حسین ابن علی در چند جا سخن از بازگشت میکنه و این عجیبه که چگونه شما آمدید، حرکت کردید، این همه سخن از حق و باطل و ظلم و عدل و اینها گفتید، ولی ناگهان با دیدن سپاه حر ابن یزید ریاحی و بعد لشکر عمر سعد سخن از بازگشت میکنید. خب این مسئله مهمی است. زمانی که حسین در ثعلبیه هست، خبر مرگ مسلم به او میرسه و او از همانجا شروع میکنه گاهی با برادران مسلم و فرزندان او صحبت کردن که حالا ما چه بکنیم، تا لحظه آخر که در برابر عمر سعد قرار میگیره و به او پیشنهاداتی رو میده. بنابراین ما این داستان بازگشت رو از چند منبع تاریخی میخوانیم که ببینیم خود حسین هم گاهی احساس کرده که بهتر است از این اقدام خودش دست بکشه و برگرده و یک بازنگری نسبت به مسئله ادعای خودش داشته باشه. طبری اولین نقل رو آورده. ایشان اشاره میکنه وقتی خبر مرگ مسلم رو و همینطور هانی رو به او میدن در ثعلبیه، او برادران مسلم و دیگران رو جمع گوید، منظورش راویه این نقل، میخواست بازگردن، یعنی حسین، برادران مسلم ابن عقیل که با وی بودند گفتند به خدا باز نمیگردیم،
تا انتقام خیش را بگیریم یا کشته شویم. حسین گفت پس از شما زندگی خوش نباشد. و بعد ادامه میده که وقتی به ثعلبیه رسید خبر مرگ مسلم و هانی را شنید. گفتیم تو را به خدا به خاطر جان و خاندانت از همین جا برگرد. اون راویانی که خبر رو به حسین داده که در کوفه نه یاور داری نه پیرو و بیم داریم که بر ضد تو باشند. گویند در این وقت پسران عقیل پیش دویدند. داوود ابن علی ابن عبدالله ابن عباس گوید پسران عقیل گفتند به خدا نمی رویم تا انتقاممان را بگیریم یا همانند برادرمان کشته شویم. منظورش مسلم ابن عقیله. دراوی اسدی گوید حسین در آنها نگریست و گفت پس از اینان زندگی خوش نباشد. خب در واقع یه جوری تو در واقع سیمان که در واقع من برگردم. همین رو در گفتگو با عمر سعد ما میبینیم که وقتی عمر سعد نامه ای رو به عبیدالله مینویسه که حسین برای چه آمده، در این نامه مرقوم بازگشت حسین به عنوان یکی از پیشنهادات. به نام خدای رحمان رحیم، این رو عمر سعد داره مینویسه برای عبیدالله. اما بعد من وقتی نزدیک حسین فرود آمدم کس پیش او فرستادم و پرسیدم برای چه آمده و چه میخواهد و میجوید. گفت مردم این ولایت به من نوشتند و فرستادگانشان پیش من آمدند و خواستند که بیایم و آمدم. اگر مرا نمیخواهند و رأی جز آن دارند که فرستادگانشان با من گفتند، از پیش آنها باز میروم. در صفحه 3005 طبری این نقل رو آورده. بنابراین میبینیم که در چند جا صحبت از بازگشت حسین مطرح. آقای سالی نجف آبادی هم به این مسئله حالا به شکل کلیش اشاره میکنه. میگه امام حسین در مرحله سوم قیام حداقل 5 دفعه پیشنهاد کرد که آن حضرت را آزاد بگذارند که برگردند. خب این سوال خیلی جدی است. اگر این قیام بنابر دستور الهی است، آنگونه که شریعتی ها میگفتن که حسین رفته که کشته بشه و با خون خودش اسلام رو احیا بکنه، خب اینجای سوال پیش میاد این همه تأکید بر بازگشت چه معنی داره؟ اگر تو مأمور شدی که در راه خدا قیام بکنی کشته بشی، خب دیگه این همه درخواست بازگشت معنی نداره. فضل ابن حسن تبرسی در اعلام الورا هم به همین مسئله اشاره داره، یعنی جایی که دوباره حسین ابن علی صحبت از بازگشت می و به نقش برادران مسلم. ایشان می آورد که وقتی حسین به ثعلبیه رسید و خبر رو به او دادند، به خانواده مسلم خبر می دهد. خدمت حضرت عرض کردند ای پسر پیامبر، از اینجا مراجعت کنید، زیرا معلوم است شما در کوفه یاوری نداری. ما می ترسیم مردم بر ضد شما باشند. در این هنگام به فرزندان عقیل نظر افکند و گفت شما چه نظر دارید؟ یعنی برادران مسلم. جواب دادند نه، به خدا ما بر نمی گردیم، با آنان جنگ می کنیم، یا خون مسلم را می گیریم و یا مانند او کشته می شویم. حضرت سید الشهدا فرمود بعد از کشتن مسلم و هانی دیگر زندگی کردن معنا ندارد. یعنی در یک فشار برادران در واقع عقیل قرار میگیره تا به این مسئله تن بده که بقیه راه رو ادامه بده. شیخ مفید هم در ارشاد به همین مسئله اشاره داره و البته سه پیشنهاد که این سه پیشنهاد یکیش بسیار مناقشه برانگیز بوده، جایی که حالا بهتر اول ما این نقل رو بخوانیم بعد برگردیم به سراغ طرح موضوع. داستان از اینجاست که عمر سعد و حسین چند بار مذاکره میکنه. در این مذاکرات بحثای زیادی مطرحه. یکی از این گفتگوها زمانی است که عمر سعد و حسین شبانه با هم گفتگو میکنن و عمر سعد در یک نامه‌ای به عبیدالله شرح این گزارش رو مینویسه که موضوع
به نوعی ختمه به خیر بشه و فیصله پیدا کنه بدون خون ریزی. بذارید بخونیم اون نامه عمر سعد رو به عبیدالله. اما بعد خدای متعال آتش جنگ را خاموش کرد و سخن را یکی کرد و کار امت را به سازش کشانید. اینک حسین متعهد می شود به همان جایی که بوده مراجعت نماید، یعنی برگرده به مکه یا مدینه، و یا به یکی از سرحدات پناهنده شود و مانند یکی از مسلمانان زیست کند و موظف به انجام قوانین معموله باشد، و یا پیش یزید رفته دست در دست او بگذارد تا او خود تصمیم بگیرد. و من خیال می کنم تعهد حسین مورد خرسندی تو و به صلاح امت تمام می شود. این رو شیخ مفید آورده. مسئله مهم این است که چرا حسین صحبت از رفتن به نزد یزید میکنه و اینکه خب بره با یزید صحبت بکنه. خب نقاخ و خیلی مسائل وجود داره. شیعیان متعصب معتقدند که این روایت جعلی است. اما نکته مهم اینه که اغلب مورخان درجه اول شیعه این روایت رو آوردن، یعنی هم شیخ مفید این رو در ارشاد آورده، هم تبرسی در اعلام الورا آورده، هم ابو مخنف در مقتل الحسین خودش آورده و گروه های دیگر. مثلا بر سر این است که چرا حسین نمی رود تا با عبیدالله صحبت بکنه. خب عبیدالله هم همین رو میگه، یعنی اشاره میکرد که به حسین بگو بیعت بکن بعد من در کار او خواهم زد. اما میبینه حسین قبول نمیکنه. به عقیده برخی از تحلیلگران که البته خب نقدهایی هم او رو حمایت میکنه، حسین عبیدالله رو دون شأن خودش میدانست و احساس میکرد که اصلا او صلاحیت این کار رو نداره. نقل دیگر این است که حسین ابن علی با توجه به کشته شدن مسلم و هانی و افراد دیگر مثل سلیمان و قیس ابن مسحر سیداوی و عبدالله ابن بختور یا یختور که برادر رضایی او بود، احساس میکرد که عبیدالله از خون او نخواهد گذشت. به همین دلیله که اگر او به دست عبیدالله بیفته طبیعیه که حتی اگرم بیعت بکنه او رو خواهد کشت. سومین نکته این است که احتمالا حسین با بیعتی که با عبیدالله میکرد به خون مسلم و دیگران یک وهنی عارض میکرد، یعنی جایی میشد که خب برادران مسلم و دیگران میگفته خب این برادر ما کشته شده، رسولان ما، نامنگاران ما، گروه های دیگر کشته شدن و شما رفتی با این آقا بیعت کردی که دستش بخون. حالا حداقل یزید درست مشارکت مستقیم نداشت، یه مفری برای حسین فراهم بود که بتونه با او صحبت کنه. ما عبیدالله مستقیما و مباشرتا نقش داشت در قتل دیگر. چهارمین موضوع موضوعی است که برخی دیگر مطرح کردن و به نظر میرسه این نکته هم میتونه درست باشه، با اون اینکه حسین میدانست یزید یک انسان منعطفی است و بعدا هم ما دیدیم نسبت به اسرای این جنگ انعطاف به خرج داد. برای همین او عبیدالله رو نمیپذیرفت، به خاطر اینکه عبیدالله تسلیم بیچون و چرا میخواست. اما قطعا یزید میتوانست اندکی نسبت به این مسئله با نگاه مسامحه برخورد بکنه. ما در سفارشی که معاویه به حسین میکنم همین رو میبینیم، یعنی معاویه به یزید این سفارش رو میکنه که اگر حسین بر علیه تو قیام کرد، که این احتمال رو هم من میدم به این دلیل که مردم کوفه احتمالا حسین رو میشورانن بر علیه تو، اگر به او دست یافتی از او درگذر و او رو نکش، برخلاف عبدالله ابن زبیر که مستقیما دستور کشتن عبدالله بن زبیر رو داد. اما در مورد حسین که خب حال نزدیکان توست و داستانهای دیگر، کمی مسامحه به خرج بده. همین جوانب نشان میداد که حسین میتواند عمر سعد رو به این مسئله توجه بده که بهتر من و تو برویم به سمت دمشق و اونجا من با یزید اختلاف خودم رو حل کنم. اما چون عمر سعد کسی است که تحت فرمان عبیداللهه و لشکری هم که عبیدالله به او داده که به سمت کربلا بره، یک لشکری بود برای
مناطق ری و دستبی، جایی که عمر سعد قرار بود اونجا بره تا یک قیامی از دیلمیان یعنی ایرانیان رو سرکوب بکنه، و در میانه های راه عبیدالله به او این مأموریت رو میده که خب شما که وقتی دارید میرید برید و حسین ابن علی رو هم از این داستان پرهیز بدید. به هر حال مسئله بر سر این است که این پیشنهادات مطرح میشه اما مورد موافقت قرار نمیگیره. اما نکته این است که چگونه این لشکر در برابر حسین قرار گرفت؟ وقتی مصعب بن عقیل در پنجم شوال حدوداً وارد کوفه شد، با بیعت بسیاری از افراد مواجه شد و در هشتم ذیحجه یعنی نزدیک به 2 ماه بعد کشته شد. چه چیزی سبب شد که در این 2 ماه وقایعی رخ بده که جو کوفه بر علیه حسین و مسلم بشه؟ به نظر میرسه ما باید کمی توقف کنیم در اینجا و ببینیم داستان به چه نحوی است. خب میدانیم وقتی مسلم وارد شد شروع کرد به تهیه و تدارک نیروهای جنگی، دریافت اموال برای خرید سلاح که مسئولش هم ابو سمامه ساعدی بود، گروههایی رو به اطراف فرستاد برای اینکه به قیام بپیوندند، و در این اثنا امویان شهر کوفه مثل عبدالله حضرمی، عمر ابن سعد، امارت ابن ولی و دیگران اینها پیغام فرستادند که آقا این نعمان ابن بشیر انصاری به عنوان والی کوفه انسان شایسته ای نیست و اگر شما کوفه رو میخواهید که انسان قوی بفرستید. یزید هم با مشورت سرجون عبیدالله ابن زیاد که والی بصره بود رو تعیین میکنه. عبیدالله زمانی که وارد کوفه میشه میبینه که جو کوفه به نحوی است که همه یا حداقل اون بخش شیعیان کوفه که 1/3 جمعیت بودن خواستار آمدن حسینن، اما او کوفیان رو میشناسه چون پدرش زیاد ابن ابی سالها بر کوفه حکومت کرده و او هم در کنار پدر کوفیان رو میشناسه، با اونها ارتباط داره، دوستان پدر رو تا حدود زیادی میشناسه و مناسبات رو میدونه. برای همین از چند ترفند استفاده میکنه. این که میبینیم نیروهایی در برابر حسین قرار دارن که همه شیعه او هستن، یعنی اهل کوفن، اصلا شامی در میان اونها وجود نداره. ترفندهایی که عبیدالله به کار میبره ترفندهای بسیار مهم نیست. ما در 2 بحث اینها رو عرض خواهیم کرد، یکی خود شیعیان یعنی زمینه های خود شیعیان و دوم هم اقدامات عبیدالله است. اولین زمینه این است که ما وقتی به شیعیان کوفه نگاه میکنیم اونها خاطراتی دارن از 4 سال و 10 ماه خلافت علی که روش های او سبب شد در درون جامعه کوفه ناراضیان زیادی به وجود بیاد. و دیدیم در انتهای دوران خلافت علی او هرچه به دنبال جمع‌آوری نیرو بود که به سمت شام حرکت کنه کسی دعوت او رو اجابت نمی کرد. بعد از مرگ علی حسن ابن علی آمد و به نحو بسیار بسیار ناشایستی به صلح با معاویه تن داد، به نوعی مردم کوفه رو وجه المصالحه کرد، 5 میلیون درهم بیت المال کوفه رو برداشت، مواهب مختلف گرفت و رفت به مدینه. خب اینها در جلوی چشم شیعیان بود، بنابراین احساس میکردن که شاید دوباره ما در این داستان مغبون بشویم. یکی از سران بصره که حسین به اون نامه نوشت احنف ابن قیس از بنی تمیم، کسی که در صفین در رکاب علی جنگیده، انسان برجسته است. احنف ابن قیس به همین مسئله اشاره می و میگه اهل بیت علی کسانی هستند که حمایت قبیله ای ندارند، از سیاست و درایت هم بهره مند نیستند و چگونگی آرایش جنگ رو هم نمیدانند. به همین دلیل به دعوت حسین جواب مقبول نمیده، با اینکه از بزرگان بصره است. خب اینها در ذهن این افراد وجود داره. آقای رسول جعفریان یک نقلی رو میاره، به نظر من نقل قابل اتکایی است، از اینکه شما در زمانی وقتی دعوت میکنید بین اشراف کوفه مواضعی وجود داره که شاید شما رو نمیپذیرن. یکی از نقل هایی که آقای جعفریان بهش اشاره میکنه
این است که افرادی که در اون جریان به حسین نامه نوشتن اشرافی بودند که به نوعی خواستن حسین رو این بار وجه المصالحه قرار بدن و برای خودشون امتیازاتی بگیرن، همون گونه که حسن یک بار بر علیه اونها کرد. حالا این افراد عبارتند از مثلا شبس ابن ربعی، عجار ابن عبجر، قیس ابن اشعث و دیگران. آقای رسول جعفریان در صفحه 468 و 9 یه نکته رو میگه، یک نکته دقیقی است چون وقایع تاریخی در کوفه هم همین رو نشان میده و تاییدش میکنه. میگه برخی از کوفی ها که به امام حسین علیه السلام پیوستند درباره نامه نوشتن این قبیل اشراف نوشتند که هدف آنان این بود تو را وسیله‌ای برای بهره‌مند شدن بیشتر از مال دنیا قرار دهند. یعنی به نوعی آن خیانتی که حسن در حق اونها انجام داده بود رو اینا این بار با حسین انجام دادن و گفتن نه، ما این بار دیگه فریب این رو نخواهیم خورد که حسین بیاد و ما رو برای حاکم اموی به عنوان دریافت مزایا و پیشنهادات خودش در نظر بگیره. این یک مسئله. مسئله دوم عدم درایت خود مسلمه. یعنی جدا از اون وقایع خود مسلم هم شخصیتی برجسته نبود برای اینکه بتونه کوفیان رو جمع کنه. مسلم زمانی که حرکت میکنه و به طرف شهر کوفه میره، میبینید دو بلد راه رو انتخاب میکنه، این دو بلد در میانه راه میمیرن و راه رو گم کردن و فوت کردن. مسلم نامه‌ای به حسین مینویسه در منطقه‌ای به نام دره خبیث، یا برخی ها جرید هم نامیدن یا جرید، نامه‌ای به حسین مینویسه و میگه آقا من از این مأموریت منو معاف بکن، من به خاطر مردن این دو بلد راه فال بدی زدم و احساس کردم که خوب نیست. این مأموریت یک انسانی رو با این فال و این داستانها سنجیدن خیلی عجیبه. و حسین هم در پاسخ نامه او مینویسه که تو ظاهرا ترسیدی و دلت سوس شده، اما به راهت ادامه بده و این مسیر رو طی کن. به هر حال مسلم حرکت میکنه و جای دیگری حالا یک شکارچی رو میبینه، آهویی گرفته و اینجا دیگه فال خوب میزنه و حرکت میکنه. اما مقصود این است که مسلم از نظر شخصیتی انسانی نبود که یک کار به این سنگینی رو به او بشه محول کرد. دومین مسئله عدم درک شرایط کوفه است که ما اشاره کردیم در بیعت گرفتن به دلیل مخفیانه بودن دعوت از سوی مسلم، او این توان رو نداشت که همه کوفیان رو بشناسه. سالها از در مدینه زندگی کرد، یعنی بعد از صلح حسن 20 سال اهل بیت او در مدینه زندگی کردند، اصلا حال و هوای کوفه رو نمیشناختند. برخلاف عبیدالله که در بصره حکومت کرد، پدر او در کوفه مناسباتی رو انجام داده بود و کاملا کوفه رو میشناخت، مسلم این کاره نبود. زمین بازی رو خوب نمیدانست و این اشتباه بزرگی است که یک شخصی مثل حسین ابن علی وقتی میخواد کاری رو انجام بده سعی بکنه افرادی رو بفرسته که حداقل به اون شرایط آگاهی دارن. سومین مسئله عدم دستور برای جهاد، یعنی چیزی که حسین در اون نامه به مسلم و شیعیان نگفت که اگر شرایط اقتضا کرد شما جهاد. نکته دیگر فرصتی بود برای مسلم که بتونه دست به ترور عبیدالله بزنه که ما این رو در برنامه بعد عرض خواهیم کرد که نقاط قوت و ضعفش در کجاست. خب این اقدامات مربوط به شیعیان بود. از طرف دیگر عبیدالله دست به کارهایی زد. یکی از اونها ترساندن کوفیان از لشکر شامه. اینکه شما اگر بخواید قیام بکنید مثل دوران علی، مثل دوران حسن، این بار هم شکست خواهید خورد. و در نتیجه سپاهی که از شام میاد این بار هم میاد شهر رو تسخیر میکنه، زن و بچه شما و کودکان شما رو به کنیزی و بردگی میبره و داستانها ادامه پیدا میکنه. خب این خیلی سست کرد. دومین مسئله که عبیدالله ایجاد کرد پاداش به اشراف بود. یعنی او احساس کرد در زمان نعمان ابن بشیر برخی از این اشراف از مواهب بی‌بهره‌اند، به سراغ اونها رفت و سعی کرد اونها رو جذب کنه و دیدیم که این کار رو هم انجام داد. اشرافی مثل شبس، شمر، حجار، شرک و قعقاع ابن شور و خیلی ها رفتن و میدانی رو که مسلم با 4000 نفر جمع کرده بود خالی کردن و این نشان میداد که اونها بیشتر به مسائل مالی خودشون اهمیت میدادن. سومین مسئله ارعاب بود، کاری که عبیدالله انجام داد و با قتل مثلا هانی ابن عروه ما دیدیم که این جو ارعاب به قدری سنگین بود
که وقتی اوهانی رو میکشت مزهج اصلا قیام نکرد. مسئله بسیار پر اهمیتی است که شما میبینید بسیاری از بزرگان کوفه در این داستان ها دخالت نداره. و چهارمی مسئله فتوا بود، یعنی آن چیزی که برای اهل کوفه نشان بده که حسین از دین خارج شده، خارجی است، باقی است، اهل بقیه، و خون او و هدر دادن او کاری است درست. از برایند اینها نشان میده که حسین با یک حالتی کاملا شکست خورده به کربلا میرسه. در برنامه آینده به برخی از مسائل خواهیم پرداخت، مثل دروغ بستن آب، عدم وجود آب، بحث مربوط به غنایمی که از حسین و دیگران گرفته شد و مسائل دیگر که پرده های ظریفی از تاریخ عاشورا رو میتونه برای ما روشن بکنه. بنابراین در این جلسه اشاره کردیم میراث سوم حسین یک حکومت سیاسی دینی است و در کنار این مشکلاتی که برای او پیش می آید ناشی از عدم شناخت و اقدام به موقع و از آن طرف برهم خوردن مناسبات اجتماعی در کوفه است که دیگه من فرزند رسول خدا هستم و من فرزند علی ابن ابی طالب هستم که جایگاهی نداره و جامعه کوفه داره به سمت سکولار شدن، به سمت عرفی شدن، به سمت آنچه که نگاه های غیر دینی هست میل می کن. امیدوارم جلسه پنجم هم توانسته باشه نکاتی رو برای عزیزان روشن کرده باشه. در جلسه آینده به روز عاشورا خواهیم پرداخت و مسائلی که به اسرا و گروه های دیگر رفته و از دل اون استنتاجی رو بیرون خواهیم آورد. سپاسگزارم از جناب شهرتی و تلویزیون پارس. تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشم، موفق باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. بهت گفت سطل آشغال آتیش بزنی؟ چیزی داری برای گفتن؟ I cannot speak Farsi at all. بپوشون اونو. خیلی خوب. بگو میشنم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. من در حقیقت من فقط دارم انقلاب مطالعه میدانی. هودی قرمز نیدی؟ چه؟ I am a citizen of the United States of America. Okay? چیا میشنوی؟ اگه میشنیدین که من الان اینجا نبودم. این همه آدم تو زندان نبودم. این همه بالای دار نبودم. شما نمیشنوید چون گوشتون برای چیزای دیگه تربیت شده. ببرش. ببر اینو. توی در حیات دارم حرف میزنم. آقا اجازه. یلا ببرش. بیا اینو ببر. حاجی بیا. چه؟ این عکسو ببر. برو بیرون ببرش. خانه امن، یک شنبه ششم آگوست، اورفیوم تیاتر، لس آنجلس.